تشییع پیکر مرحوم آیتالله طاهری. پیکر آیتالله سید جلالالدین طاهری، اولین امام جمعه اصفهان، امروز بر دستان مردم اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. آیتالله طاهری بامداد یکشنبه در سن 87 سالگی دار فانی را وداع گفت. رهبر معظم انقلاب دیروز پیام تسلیتی صادر کرد. آقای نوریزاد، شما حضور داشتین در این مراسم؟ بله، من بودم. از تو وقتی که آیت الله شبیری زنجانی برایشون نماز خواندن با 5000 نفر و رفته این 10000 شد 10000 نفر، بعد 50000 نفر، بعد 100000 نفر، بعد 150000 نفر. 150000 نفر شما میفرمایید که امروز در اصفهان بودن؟ وجوداً 150000 نفر جمعیت پیر جوان، به خصوص طایفه جوان و دانشجو بسیار بسیار فعالانه حضور داشتند و شعار میدادن. بسیار بسیار حساس. شعارها چه بود آقای نوریزاد؟ شعارها شرمنده مرد بر دیکتاتور، عزا عزاست امروز، نهضت سبز ایران صاحب عزاست امروز. من علت این که این میگم شرمنده هم به خاطر این که ما مردم رو به جایی رسوندیم که بر علیه ما شعار بدن. ما باعث شدیم که مردم عقده های فروکفته خودشون رو بر زبان بیارن. این مردم به راحتی میتونستن در کنار ما باشن، ولی آنچنان فضا رو پلیسی و امنیتی و تلخ و عبوس و تنگ کردیم که جوان و پیر بر علیه ما شعار میدن. و تازه دانشجویی به من میگفتش که اگر جمعیت اصفهان رهبری میشد 5 برابر این جمعیت هنوز در خانه ها هستن. منو به دلایلی نتونستن بیان و میتونستن بیان. و من مأمورین امنیتی رو بعضیاشون میدیدم در لابلای جمعیت که هیچ کاری از دستشون بر نمی آمد. یعنی آرام بود این جمعیت، به طور آرام همینطور این شعارها رو سر می‌داد. بله، من به جز یک مورد که یه تنشی در گرفت و به راحتی هم جمع شد، هیچ حرکتی ندیدم. این شاید جزء معدود رفتارهای عاقلانه سیستم امنیتی ما بود که به سر مردم نگذاشت، به خاطر اینکه به هر حال چند وقت دیگه انتخاباتی در پیش داریم و میتونست اگر این به تنش بیانجامه بحران باشه. من باورم بر این هستش که مردمی که عصبی میشن شما میتونید با ضرب و شتم با شیوه های پلیسی اونها رو ساکت بکنید، اما عقده های اونها، نفرت های اونها وقتی تلمبار شد به خروپای ما پیچه و دودمان ما رو به هر حال به باد میده. آقای نوریزاد، جو کنونی چیست به نسبت به انتخابات؟ مردم چه میگویند؟ به هر حال یک سیاستی اعمال شده. انتخابات شوراها رو در شانه به شانه انتخاباتی ریاست جمهوری گذاشتن. این به زیرکیشون برمیگرده. ما از تهران که خارج بشیم، از بعضی از شهرستانهای بزرگ که بریم، اصلا برای مردم شهرستان انتخاب ریاست جمهوری در درجه چندم اولویت هست. باشه نباشه اونا به شوراها میاندیشند. به هر حال یک جمعیتی از مردم با شور و شوق در کنار صندوقهای رای حاضر میشن، رای میدن به شوراها و بعد در تهران و بعضی از شهرستانان به نسبت ریاست جمهوری، ولی یه فضای افسرده بیرمق بیجان بر کلیت کشور حاکم هست که هرچه ما شعار بدیم و حماسه بیافرینید، بله میشه با تبلیغات دروغین، میشه این روز همان راست، ولی حماسه اونجا شکل خواهد گرفت که دلها به هم نزدیک باشه. ما به مردم هویت بدیم، به مردم شخصیت بدیم، آراء اونها رو در نظر بگیریم و به اونها بفهمانیم که ما به صدا میفهمیم که اونها چی میخوان، ولی متاسفانه اینجوری نیست اینجا. بله، خیلی سپاسگزارم آقای نوریزاد از اینکه در این قسمت از برنامه شرکت کردید. متشکرم از شما.